سلام، من هانیم و به اتاق 13 خوش اومدید. سلام، منم بهرامم و به اتاق 13 خوش اومدید. قبل از اینکه داستان امشب رو با هم شروع کنیم باید بهتون بگم که از اونجایی که دوستان زیادی به ما پیوستن جدیدن، ما هر چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت ایران یه دونه اپیزود منتشر میکنیم. معمولا داستانهای جنایی رو روایت میکنیم. من داستان رو روایت میکنم و بهرام هم به عنوان یک مخاطب ناآگاه کنار من نشسته. خب خیلی از دوستان هستن که توی کامنت اذیت میکنن و مینویسن که چرا مثل ماسی، چرا حرف نمیزنی. خب من بگم که من خب متن رو نمیخونم و هیچ اطلاعی از موضوع ندارم و مثل یه مخاطبی که نشستم توی خونه دقیقاً سوالی که تو ذهنم میاد همون لحظه رو میپرسم. اگه خودتون هم شاید جای بهرام بودین همین جوری بودین. حالا به هر جهت، داستانی که امشب می‌خوایم باهاتون روایت کنیم با داستان‌های قبلی یک کمی شباهت داشت، شبیه داستان الیسالمه، ولی خیلی عجیب‌تر. و برای من سواله که چرا الیسالم اینقدر پر سر صدا شد و این داستان اینقدر سکوت باقی موند. دقیقاً. بریم داستان امشب رو با هم شروع کنیم. شخصیت اصلی داستان ما ری ریوراست که در سال 1973 در پایگاه نیروی هوایی مادرید در اسپانیا متولد شد. یه خواهر کوچیک‌تر از خودش داره و همچنین یک برادر. بعدها وقتی خیلی کوچیک بود به دلیل شغل پدرش به ایالات متحده مهاجرت کردن و ری کل زندگیش رو دیگه در ایالات متحده بود. در سال 1992 به کالج رفت و در رشته زبان انگلیسی شروع کرد به تحصیل کردن. چیز زیادی توی گذشته ری نیست که بخواد خیلی قابل توجه باشه. فقط ما میدونیم که در کل مدتی که دانشجو بود و بعدها به عنوان معلم اسپانیایی تدریس میکرد که بتونه هزینه هاش رو پرداخت کنه. اسپانیایی زبان کلا تو آمریکا خیلی زیادن و دومین زبان تو آمریکا. دقیقاً. ری یه چیزی که بزرگترین حسرت زندگیش بوده این بوده که چون همیشه ورزش واترپولو انجام میداده، در همین دوران دانشجویش به المپیک راه پیدا میکنه و متاسفانه 2 ماه قبل از اینکه به المپیک بفرستنشون ظاهرا با مربیش مشاجره میکنه و بیرونش میکنه. خب اینم بگم که ورزش واترپولو ورزشی که با توپ انجام میشه و داخل آب. ری بعد از اخراج از تیم المپیک به لس آنجلس رفت. اون در تمام دوران زندگیش آرزوش بود که نویسنده بشه و بتونه فیلم نامه هاش رو به تهیه کننده ها بفروشه. ظاهرا در لس آنجلس هزینه زندگی خیلی بالاست. برای همین ری 3 تا شغل با هم داشت. اولش این بود که به عنوان معلم اسپانیایی تدریس میکرد، مربی واترپولو بود توی یکی از دبیرستان‌ها و یک شغل سومی هم تونست پیدا کنه. در یک دفتر فیلمسازی به عنوان منشی استخدام شد و تونست از کلاس‌هایی که اونجا برگزار می‌شد رایگان استفاده کنه. دقیقاً توی همین دوران بود که اولین فیلمنامه‌اش رو نوشت. یه فیلم نامه استرورال در مورد یه معلم پیانو و فوق‌العاده زارن این فیلم نامه ترسناک بوده ولی انقدر موفق نبود. از یه طرف دیگه در حدوداً در سال 2000 با یه دختری به اسم الیسون آشنا شد. الیسون دختر خیلی ورزشکار بود، در رشته حسابداری و تجارت مشغول تحصیل بود ولی هر چقدر که هر دوشون کار میکردن باز هم جزو طبقه ضعیف جامعه بودن و اصلا نمیتونستن خودشون رو بالا بکشن، بتونن نامزد کنن یا حتی ازدواج کنن. حدودا در سال 2004 بود که شرایط ری واقعا از لحاظ مالی وحشتناک بود و ری یه دوست خیلی صمیمی داشت به اسم پورتر استنسبری که اینها ظاهرا از 15 سال پیش با هم دوست صمیمی بودن، حتی توی تیم شنای واترپولو بودن و خیلی رابطه سفت و محکمی داشتن ولی دوتا راه مختلف رو رفته بودن. پورتر رفته بود سمت امور مالی، سهام و حسابی پولدار بود، یه شرکت خیلی معروف داشت، به عنوان نویسنده مالی کار میکرد و ری رفته بود سمت فیلم نام نویسی و موفق نشده بود. برای همین پورتر بهش گفت که بیا توی شرکت من
به عنوان نویسنده مالی کار کن، با وجود اینکه ره هیچ آگاهی در مورد سهام و بورس و اینجور چیزا نداشت. هر چی که اونا میگفتن تقریبا مینوشته فکر میکنه. دقیقاً، فقط قلم خاص خودش رو انگار داشته و خب قبول کرد چون شرایط مالیش انقدر وحشتناک بود که ترجیح داد که بره و کار کنه. یه مدتی رفت به شهر بالتیمور و اونجا ساکن شد توی هتل. با آلیسون هم نامزد کرده بود و از همدیگه دور بودن، این توی هتل بود و آلیسون توی لس آنجلس بود. هر از گاهی میرفتن پیش همدیگه ولی اوضاع خوب نبود، برای همین تصمیم گرفتن که در سال 2005 ازدواج کنن و خب تونستن با همدیگه پولاشون رو روی هم بذارن و یه خونه به ارزش 280,000 دلار بخرن. من نمیتونم به خاطر قوانین کپی رایت فیلم های ازدواجشون رو اینجا بذارم، ولی حتما توی اینستاگرام و تلگرام آپلودشون میکنم برای کسایی که میخوان ببینم. در ابتدا پورتر و ری با هم یه قرارداد 24 ماهه بستن، یعنی تقریبا 2 سال که براش کار کنه. یک سالش گذشته بود که ری و آلیسون با هم ازدواج کردن. ری از شغلش راضی نبود، میگفت که سهام و امور مالی به درد من نمیخوره، چرا دلنگرم بود؟ به خاطر اینکه چیزهایی که مینوشت، مثلا مینوشت که باید بیا مثلا الان وقتش که فلان سهامو بخری، فلان جا سرمایه گذاری کنی، و وقتی اینها رو مینوشت و منتشر میکرد، بعد سهامو یهو میمد پایین. آره، و مردم پول از دست میدادن. حالا ما نمیدونیم آیا ری مثلا تهدید شده بوده یا نه، خودش حس بدی داشته که مثلا مردم پولاشونو از دست میدن. تقریبا بعد از ازدواجش به چی گفت که؟ به پورتر گفت که من نمیتونم دیگه برات کار کنم. حدود مثلا 6 ماه دیگه از قراردادش مونده بود که پورتر گفت که ببین رفیق، من نمیتونم برات کار کنم، این کار به درد من نمیخوره، با رویه من سازگار نیست. و پورتر بهش گفت که اوکی، نمیخوای کار کنی، باشه، بیا یه شرکت تأسیس کن، توش فیلم ویدئویی بساز، کارگردانی کن و ویدئوهایی که ما لازم داریم، ویدئوهای تبلیغاتی یا می‌خوایم کنفرانسامون رو ضبط کنیم تو ضبط کن. و حتی پورتر بهش 15,000 دلار هم پول داد که بتونه برای خودش تجهیزات بخره. خرید، شرکتش رو تأسیس کرد و یک مدت هم به صورت فریلنسر، یعنی از راه دور، برای پورتر و اون شرکتی که داشت کار کرد. فیلماشون رو ضبط میکرد، برشون دیویدی درست میکرد، پول خوبی هم به دست آورده بود. 4 ماه بعد از ازدواجشون اون و آلیسون تصمیم گرفتن که خونهشون رو بذارن برای فروش. الان وقتی بود که اون شرکت خودش رو داشت، میتونست کار کنه و میخواست که بره دیگه از بالتیمور. گفت که دیگه من بارم و بستم، میتونم برگردم به لس آنجلس و روی نوشته هام کار کنم. بنابراین خونه رو گذاشتن برای فروش. 15 و 16 ماه مه سال 2006 بود که زنگ خطر خونه آلیسون و ری به صدا در اومد و انگار که کسی سعی میکنه وارد خونه شون بشه. اونها هر دوبار با پلیس تماس گرفتن، ولی هر دفعه پلیس میومد چک میکرد و میگفت که چیزی نیست، سنجابان که دارن سعی میکنن بیان داخل خونه و یا زنگ خطر رو به صدا در میارن. ولی آلیسون میگفت که یه نفر داره از پنجره سعی میکنه وارد خونه بشه و متوجه شده بود که ری به شدت از این مسئله وحشت کرده بوده و میترسیده. اون روز دفعه آخری که زنگ خونه به صدا درآمد، یعنی 16 مه سال 2006، برای اینکه خیلی خسته بود و صبح باید به یه سفر کاری میرفت، زیاد به این مسئله توجه نکرد. صبح خیلی خسته و کوفته از خواب بیدار شد. همسرش ری براش صبحونه درست کرد، با هم صبحونه خوردن. ری چمدون‌های آلیسون رو برد داخل ماشینش گذاشت. آلیسون شوهرش رو بوسید و بهش گفت که من خیلی دوستت دارم ری. ری هم بهش گفت که خیلی ازت ممنونم که منو این همه دوست داری. و این آخرین باری بود که آلیسون شوهرش رو زنده میدید. و بعدش هم رفت به سفر کاریش. تقریبا 2-3 ساعت توی راه بود. بعدش هم که جلسه و کنفرانس و اصلا نتونست با ری تماس بگیره که ببینه چیکار میکنه، خوبه حالش. حدود ساعت 6:30 رفت به هتلش. رفت هتل، تصمیم گرفت که با شوهرش تماس بگیره ببینه چه خبره. اما هر چقدر که زنگ زد ری جواب نمیداد.
براش تعجب آور بود که چرا ری جواب تلفنش رو نمیده و ما میدونیم که طرفای ساعت 6 و نیم 7 که بهش زنگ میزده تلفنش روشن بود. تلفن ری ظاهرا یه مهمونی هم خونهشون داشتن، یه خانمی بوده به اسم کلودیا اگر اشتباه نکنم، توی خونهشون مهمون بوده یه چند روزی و بعد قرار بوده بره نیویورک. زنگ میزنه به این خانم و میگه که ری کجاست، ری رو دیدی یا نه، و این خانم هم میگه که بذار برم خونه رو چک کنم. میره چک میکنه و میبینه که نه، ری داخل خونه نیستش. میاد به آلیسا میگه که ببین ری داخل خونه نیستش، ولی هول و هوش ساعت 6 و نیم بوده که من شنیدم که تلفن ری زنگ خورده، ری گفته هلو، سلام کرده و بعد وایساده که طرف مقابل حرفش رو بزنه. وقتی طرف مقابل حرفش رو زده اون گفته که اوه شت، و با همون لباسایی که داشته با همون وضعیت من متوجه شدم که از خونه زده بیرون، به خاطر اینکه دفتر کار ری و اتاق مهمان به همدیگه چسبیده بودن و این میتونسته همه چیزی رو بشنوه. آره، میگه به محض اینکه ری از خونه رفت بیرون دوباره بلافاصله برگشت، انگار یه چیزی یادش رفته بود، اون رو برداشت و رفت. و خب آلیسون یکم نگران شده بود، میگفت که ری ممکن نیست که جواب تلفن منو نده. یکم صبر کرد، دوباره زنگ زد، دید نه دیگه، باتری خاموش شده، گوشی خاموشه و میره روی پیغامگیر و به نظر میاد که ری دیگه گوش در دسترس نیستش. فرداش یعنی 17 می حدود ساعت 5:30 اون خانم مهمان میخواست خونه رو ترک کنه. زنگ زد به آلیسون گفت که ببین دیشب ری خونه نیومده و خودت میدونی دیگه، من دارم میرم خونه رو ترک میکنم. آلیسون نگران شده بود، میگفت که ممکن نیست ری جوابمو نده، ولی از این طرفم شاید مست کرده. زنگ زد به مادر شوهرش، به برادر شوهراش و ازشون پرسید که آیا ری رو دیدن یا نه، و همشون گفتن که نه، ما نه از ری خبر داریم، نه به ما زنگ زده و نه هیچ. دیگه آلیسون تصمیم گرفت برگرده خونه که ببینه چه خبر، آیا واقعا ری گم شده یا مثلا مست کرده، اصلا چون تصادف کرده یه جایی افتاده، آره شاید بیمارستان یه جایی پلیس. دقیقاً اصلا نگران شده بود دیگه، برداشت وسایلشو رفت خونه. وقتی که رفت خونه دید که توی آشپزخونه یه بسته چیپس بازه، یه دونه نوشابه نصفه است، برق اتاق خواب روشنه، برق اتاق کار روشنه، حتی کامپیوتری که ری داشته باهاش کار میکرده هم روشن بوده، ولی منتها یه تماس اضطراری باعث شده که اون از خونه بزنه بیرون و دیگه هم خیلی عجیبم بوده این. آره و دیگه هم بر نگشته. از اونجایی که ری نه از کارتهای اعتبارش استفاده کرد، نه دیده شد، نه ماشینش، نه تماسی گرفت با خانوادهش، تلفن همراهش خاموش بود، دیگه پلیس کم کم شک کرد که یه مرد 32 ساله گم شد. و خانواده ری و آلیسون هم از شهرهاشون اومدن و شروع کردن به گشتن دنبال ری، ولی هر چقدر که میگشتن ری رو پیدا نمیکردن. اتفاقا پورتر دوستش هم در یک شهر دیگه بود، به مسافرت رفته بود با کارمنداش، کنفرانس داشت، وقتی فهمید ری گم شده برگشت به شهر بالتیمور، برگشت و یه کارگاه خصوصی استخدام کرد، $1,000 پول جایزه گذاشت، ظاهرا در سال 2006 $1,000 خیلی زیاد بوده، برای همین پول جایزه گذاشت به امید اینکه کسی دوستش رو پیدا کنه. شاید ماها نشناسیمشون، ولی پورتر خیلی آدم معروفیه توی آمریکا و همین که اون به این موضوع توجه کرد که دوستش گم شده، این موضوع خیلی پر سر صدا شد دیگه، همه رسانه‌ها بهش به این خبر بردن. آره یعنی همه دیگه دنبالش میگشتن، عکسش رو توی تلویزیون نشون دادن و خودشون رسانه داشتن، تونستن منتشر کنن، ولی با این حال پیدا نشد ری. تا اینکه پدر و مادر آلیسون تصمیم میگیرن که پارکینگ ها رو هم بگردن. اونا گفتن که ما که همه جا رو گشتیم، بذار پارکینگ ها رو هم بگردیم ببینیم که ری رو میتونیم پیدا کنیم یا نه. چند تا پارکینگ رو گشتن، توی یک پارکینگ مادر آلیسون ماشین ری رو دید و به شوهرش گفت که این ماشین ریه ها. شوهرش گفت نه داری اشتباه میکنی. گفت من مطمئنم ماشین ریه. خلاصه اومدن پایین چک کردن، با متصدی اون پارکینگ صحبت کردن، متصدی گفت که روز 16 می ساعت 6 که من رفتم این ماشین اینجا نبوده، ولی فردا صبح که برگشتم این ماشین اینجا بوده.
با چی تماس گرفتن؟ با لیسون تماس گرفتن، با پلیس تماس گرفتن و وقتی که پلیس اومد اون چی رو بهش میگم؟ پلاک ماشین رو چک کردن، متوجه شدن که ماشین متعلق به ری هستش. ولی داخل ماشین هیچ چیز ارزشمندی پیدا نکردن. مثلا تلفنش نبود، مدرکی نبود، فقط مشخص بود که اومده اینجا پارکش کرده و رفته و اصلا نمیفهمیدن که چرا ری باید بیاد ماشینش رو این قسمت شهر پارک کنه، هرچند که تا حدودی نزدیک بود به محل کار قدیمیش، ولی نمیفهمیدن که چرا اینجا پارکش کرده. سه تا از دوستای ری تصمیم میگیرن که برن بالای پارکینگ و اطراف رو ببینن. از بالا گفتن که بریم نگاه کنیم. من دقیق نمیدونم که اینها چی به ذهنشون رسیده که تصمیم گرفتن که مثلا برن از بالا نگاه کنن. خب بالای پارکینگ، خب پارکینگ طبقاتی دیگه، احتمالاً ارتفاعی داره، به خاطر همون رفتن که حالا شاید اطراف بتونن چیزی ببینن یا مثلا یه نشونه چیزی مثلا شاید رو ساختمونی جایی گذاشته باشه. من اینجور فکر اتفاقا نشونه رو پیدا کردن اینا. به محض اینکه، هرچند که باید بگم ری ماشینش رو توی پارکینگ طبقاتی پارک نکرده، یه پارکینگ سرباز بوده این بر پارک کرده، ولی کنارش یه پارکینگ طبقاتی هم بوده. اونا میرن روی اون پارکینگ طبقاتی و کنار پارکینگ یه ساختمونی کوچیکی بوده که کلوب بوده. قبلا به عنوان کلوب ازش استفاده میکردن و چسبیده به یه هتل خیلی معروف بوده. میبینن که روی سقف هتل یه سوراخ خیلی کوچیکه. یکم که نگاه میکنن میبینن که دمپایی لا انگشتی هم روی سقف افتاده و از اونجایی که ما میدونیم که ری وقتی از خونه رفته بیرون با همون دمپایی لا انگشتیش رفته، عجله هم داشته با همون دمپایی تو خونش رفته. همین هم باعث میشه که زنگ میزنن به پلیس تا که پلیس برسه. وقتی که پلیس رسید به اون منطقه که و میخواستن اون کلوب رو چک کنن، از نگهبان اونجا خواستن که بیاد و در کلوب رو باز کنه. اومد کلید انداخت و خودش میگه که من وقتی در کلوب رو باز کردم بوی تعفن وحشتناکی زد بیرون و اولین چیزی که دیدم دیوارای خونی بود و یه جسد که پاهاش رو به در بود که من میتونستم بیام ببینم. پلیس که رفت داخل متوجه شدن که یه جنازه افتاده اون داخل و تجزیه شده به معنای واقعی، یعنی انقدر این جنازه تجزیه شده بود که حتی صورتش قابل شناسایی نبود. جنازه رو منتقل کردن به پزشکی قانونی و توی پزشکی قانونی مشخص شد که این جنازه جنازه ریه و الان حدوداً 8 روزه که داره از مرگ ری میگذره. اولین چیزی که به ذهن پلیس رسید یا حتی به ذهن تو هم شاید برسه اینه که وقتی یک هتل بلند کنارت باشه، اینه که یارو خودش رو پرت کرده و انداخته پایین و اونجا سوراخ شد و رفته پایین و مرده. رفت پزشکی قانونی بعد از اینکه مشخص شد کیه. پزشکی قانونی گفت که 23 دندش شکسته، ریه و قلبش سوراخ شده، لگن شکسته، جمجمش بسیار شکست، یعنی ترک 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 شده و پای راستش هم دوتا شکستگی مختلف داره و استخون از گوش بیرون زده و یه سری بریدگی ها هم روی پوستش دیدن. ما الان یه جنازه داریم که کنارش یه هتل خیلی بلنده. توی کاربوچه کافی مشخص شد که نه جای گلوله داره، نه جای چاقو داره، نه جای ضرب و شتم داره که بگی کتک خورده، هیچ نشونه وجود نداره و پلیس اعلام کرد که ری خودکشی کرده. از یه طرف دیگه پزشکی قانونی گفت که فرم شکستن پا با نوع سقوطش هماهنگ نیست، یعنی اون اتفاق افتاده بعدش سقوط کرده. ما نمیدونیم که شاید از یه جای دیگه سقوط کرده. پزشکی قانونی میگه فرم یکی نیست، یعنی شاید یه جای دیگه شکسته باشه. برای همین علت مرگ رو ناشناخته زدن، یعنی گفتن که ما نمیدونیم چرا مرده و پلیس اصلا علاقه نداشت که پیگیری کنه. حتی گفته شده روز اولی که رفتن و اون جنازه رو از توی اون کلوب آوردن بیرون،
اون دمپایی ها، اون عینک و اون تلفن رو با دستکش مخصوص بر نداشتن، با دست خالی برداشتن جمع آوری کردن. یعنی اهمیتی نداشته که مثلا شواهد اون از بین بره؟ اصلا 1% شاید پیش خودشون فکر نمی‌کردن که این شاید پرونده قتل باشه. همین که دیدن از اون بالا افتاده پایین، جای ارتفاعی بوده که یه سوراخ هم هست، گفتن دیگه از اون بالا افتاده پایین، یعنی دیگه خودکشی کرده. از اونجایی که هیچ کس نه رای رو دیده نه صدایی شنیده، میگفتن که رای خودکشی کرده. اما همش اینا نیست. من اگه الان گوشیم رو از روی همین میز بندازم پایین، ممکنه صفحه روش بشکنه، خب؟ ولی تلفن و عینک ری رو پیدا کردن که روی بام همون کلوب پیدا شده بدون اینکه خط برداشته باشه. یعنی چجوری میشه که یه نفر از طبقه 13 خودش رو بندازه پایین و گوشیش و عینکش سالم باشه؟ گوشی و عینکش شطرنج داشته احتمالاً. و شما فکر کنید که اون دمپایی های لا انگشتی که پاش بوده یه دونش پاره شده، یعنی یه دمپایی ابری پاره شده ولی گوشی و عینکش سالم بوده. از یه طرف دیگه ظاهراً الیسون یه گیره پول هم برای شوهرش خریده بوده برای به عنوان کادوی ازدواج. اونا گفتن که ما ماشینش رو گشتیم، روی سقف رو گشتیم، اون گیره رو به هیچ عنوان پیدا نکردیم. و ظاهراً الیسون از یکی از مسافرت‌های شغلی که می اومده یه سکه مخصوص با خودش آورده بوده و اون سکه رو به شوهرش داده بوده و گفته بوده که هر وقت از یه چیزی ناراحت بودی، هر وقت از یه چیزی نگران بودی یا ترسیده بودی، این سکه رو پیش خودت نگه دار، من اون لحظه پیشتم. و الیسون میگه که شوهرم این سکه رو همیشه توی کمد نگه میداشته، ولی موقعی که جنازش رو پیدا میکنن اون سکه توی جیبش بوده. برای همین الیسون میگفت که من نمیتونم قبول کنم که خودکشی بوده. ری هیچ سابقه بیماری نداشته، تازه 6 ماه بوده که ازدواج کرده بوده و همسرش میگه فوق‌العاده هیجان زده بوده برای اینکه بچه داشته باشیم. از یه طرف دیگه ما خونمون رو گذاشته بودیم برای فروش، وضع مالیمون اوکی شده بود برای اینکه بریم لس آنجلس که اون بتونه فیلمنامه بنویسه. یعنی همه زندگیشون رو به راه بوده و هیچ مشکل نداشت. همه چیز اوکی بوده. یعنی اصلا میگه ما هیچ مشکلی نداشتیم. ری اگر افسرده بود، اگر دو قطبی بود، اگر اسکیزوفرنی داشت، اگر هر مریضی داشت، بالاخره یه سری نشونه باید از خودش میذاشت دیگه. یعنی واقعا مثلا یه نفر که مریض روانی داشته باشه یه نشونه‌ای داره دیگه. ولی ری هیچ نشونه از خودش نذاشته بود، هیچ رفتار خاصی نشون نداده بود. مکانی که ری پرت شده پایین یه مکان بسیار عمومیه. این هتلی که گفتن از بالای اون خودش رو پرت کرده ظاهرا در قدیم هتل بوده، ولی الان در حال حاضر هر کسی یک اتاق رو خریده و توش دارن زندگی میکنن. آدم های مختلف دارن توش زندگی میکنن و دیگه هتل نیستش. و خیلی ها گفتن که اگر ری خودش رو پرت کرده پایین، یعنی 13 تا طبقه بوده، اون همه آدم اونجا داشتن زندگی میکردن، هیچ صدایی نشنیدن، هیچ کس ندیده ری رو. و اصلا از اون مهمتر، هتل یا همون الان اون مکان بهش میگن هتل دیگه، همونجا که آدم ها دارن زندگی میکنن، پشت بومش اینقدر راحت نیست رفتنش که تو مثلا بگی که حیات پشتی خونمونه پاشیم بریم. سقف هتله، یعنی باید اصلا از اونجا رد شی. کل آدمو بالاخره میبینن دیگه. بعد مثل هتل سیسیل هم نیست که از بیرون چی داشته باشه، پله داشته باشه بری بالا. حتما از داخل هتل باید رفته باشی. و یه سوالی که شاید برای شما هم پیش اومده باشه اینه که دوربین نداشته. چرا؟ دوربین داشته. کل هتل دوربین داره و حتی سقف هم دوربین داشته. ولی شاید براتون جالب باشه که بگم در 16 می هیچ فیلمی موجود نیست. و دوربینا خیلی به طور اتفاقی اون شب خاموش بودن، قطع بودن. از یه طرف دیگه همسر ری میگه که شوهرش ترس از ارتفاع داشته و به هیچ عنوان نمیتونسته جاهای بلند بره، خیلی میترسیده. چرا بسا که بره بالای پشت بوم و دویده باشه که برسه به یه سرعت خاصی و پریده باشه، ولی انقدر ریلکس بوده باشه که عمودی اومده پاشه پایین. من بهتون گفتم سوراخی که میگن ری ازش عبور کرده یه سوراخ خیلی کوچیکه، که یعنی یه نفر باید عمودی مستقیم از اونجا افتاده باشه پایین. یعنی ری
دویده، خودش رو پرت کرده و خیلی ریلکس وایستاده. آره ریلکس اومده پایین و پرت شده توی اونجا. علاوه بر اینکه اون سقفی که داخلش پرت شده آهنیه، یعنی اینکه مثلا نه که بگی مثلا یه چیز خیلی نرمی باشه، نازکی باشه، سقف آهنیه. ولی بریم با هم در مورد سناریوها حرف بزنیم. قبل از اینکه بریم به سناریوها بپردازیم، باید بهتون بگم مکانی که ری افتاده بین یه پارکینگ طبقاتی و بین یه هتل خیلی بلند 13 طبقه است. با توجه به اینکه اینو دارید، بریم سناریوها رو شروع کنیم. سناریوی اول میگه که ری از این نقطه پرید، یعنی بر اساس آزمون خطاهایی که کردن میگن که ری دقیقاً از این نقطه باید پریده باشه که بتونه روی اون نقطه نارنجی فرود اومده باشه. خب البته که از اون نقطه اگه پریده باشه که با دیگه از قبل سرعت میگرفت و از این نقطه میپریده. بعد خب چجوری اینها هم مانعا رو رد کرده؟ الان میبینیم که یه عالمه مثلا هواکشای کوچیک وجود داره و حتی اومده از جلوی این هواکش بزرگ پریده، یعنی از روی اون کوچیک هم نپریده. آره دیگه از اون ساختمون ماننده پریده. از اون پریده. بعد اون وقت واسه من سواله که چجوری مثلا یه جوری دقیق پریده که حتی به اون چیزای اطراف برخورد نکرده و دقیقاً صاف اومده خورده به اون سوراخ. عمودی اومده پایین. بعد فکر کن که مثلا اون طولی که داره یه چیز حدود 12.19%، یعنی باید از اونجا دویده باشه، سرعت گرفته باشه و مستقیم اومده باشه روی اون نقطه فرود اومده باشه. و اینم باید بهتون بگم دمپایی پاش بوده، دمپایی لاانگشتی پاش بوده، یعنی من نمیدونم که میشه با دمپایی سرعت گرفت واقعا یا نه. بعد اصلا ری آدم ریزندامی نبوده. ری 198 سانتیمتر قدش بوده، 117 کیلوگرم وزنش بوده، یعنی بعد این ارتفاعی که پریده، یعنی از روی هتل دقیقا تا نقطه‌ای که فرود اومده که باید اینجوری رفته باشه اومده باشه پایین، یه چیز حدود 13.71 متره. یعنی واقعا این آدم باید اون همه رو دویده باشه، 13 متر افتاده باشه جلو که دقیقا اون نقطه صاف بیاد پایین. یعنی از قانون فیزیک هم بخواد نظر بگیری کار غیر ممکنی واقعا. و اما سناریوی دوم، سناریوی دوم میگه که ممکنه از روی پارکینگ سقوط کرده باشه. فقط من برام سواله که اگر قراره از روی پارکینگ سقوط کنه، چرا همون نزدیک مثلا نیفتاده، پرش زده باشه اومده باشه نزدیک این ور پریده باشه؟ و اصلا گفتن که کارشناسا میگن محاله که از این پارکینگ پریده باشه و مرده باشه، برای اینکه فقط 6 متره. اصلا ارتفاعی نیست، یعنی باید یه سرعتی بگیره از اون ارتفاعی که از ارتفاع بلند بشه سرعت بگیره بعد برخورد کنه. اصلا با اون نوع شکستگی هایی که داشته 6 متر میگن برای این جواب نمیده که و حتی سقف و سوراخ کنه بیاد پایین. برای همین این تئوری رو خیلی زود کنار گذاشتن، چون میگفتن که اصلا با عقل جور در نمیاد، از اون بالا تا پایین 6 متره و تا رسیدن به اون نقطه هم بازم 6 متر، اصلا با عقل جور در نمیاد. اما تئوری سوم، تئوری سوم میگه که ممکنه ری از روی تاقچه پریده باشه، چون این هتل بسیار قدیمیه، یه تاقچه خیلی نازک مانند دور تا دور هتل هستش. برای همین میگن که اگر ری رفته باشه و اونجا میتونه پریده باشه، یعنی اون نقطه دقیقا فیکسه. ولی یه چیزی که توی این موضوع وجود داره اینه که اگر ری خواسته باشه به اون نقطه برسه باید از اتاقهای مردم بگذره، یعنی چیزی نیست که قابل دسترس باشه از توی راهروها بتونی بری. بعد اون ساعتی هم که اون بوده، خب ما میدونیم ساعتش دیگه تقریبا چه ساعتی بوده، تقریبا همون بین 6 تا مثلا 10 و نیم 11 شب بوده. اون موقع دیگه مردم همشون دیگه اکثرا تو خونه هاشون هم دیگه، یعنی دلیل اینجوری بوده که بالاخره یه نفر باید دیده اینو. اصلا میگن نمیشه که، چون حتی پنجره ها رو که رفتن سعی کنن باز بشه، پنجره ها هم حتی باز نمیشه، پنجره ها مثلا نیمه باز میشه. ری با اون هیکل گندهی که داشته نمیتونسته از اون بپره. ولی با عقل جور در میاد، یعنی اگر ری رفته باشه روی اون تاقچه وایساده باشه خیلی راحت میتونه پریده باشه، منتها قابل دسترس نیستش. یه سری سناریوهای دیگه هم گفتن، مثلا یه عده گفتن که احتمال داره که از هواپیما پرتش کرده باشن پایین، ولی من باز هم میگم که اگر از هواپیما پرتش کرده باشن پایین، بالاخره اون آدم ترسیده بوده دیگه، یعنی دست و پای باید بزنه باشه، یعنی وارد مستقیم نمیتونه اومده باشه پایین. آره دیگه، عمودی نمیتونه اومده باشه پایین، حتی اگه بگی مثلا بیهوشش کردن انداخته باشنش پایین، ولی باز هم مستقیم نمیاد پایین. یعنی هر جور که بخوای فکر کنی این مستقیم اومدن پایین
پایین اومدنش خیلی جای سوال داره. بعد از پیدا شدن جسد ری، آلیسون خیلی ناراحت و نگران بود. اون نمیتونست باور کنه که شوهرش خودکشی کرده. از یه طرف دیگه اون سکه رو تو جیب شوهرش پیدا کرده بود و همش فکر میکرد که ری یه سری نگرانی و ناراحتی داشته که بهش نگفته و خب شروع کرد به گشتن خونه. از اونجایی که ری نویسنده بود فکر میکرد که برای آلیسون شاید یه نوشته یه چیزی گذاشته باشه. خونه رو گشت تا اینکه تونست پشت کامپیوتر یه کاغذ خیلی کوچیک پیدا کنه. آلیسون میگفت که من مطمئنم که ری همون روزی که رفته اون تلفن بهش شده و خونه رو ترک کرده اون نوشته رو پیدا کرده، چون همون جوری که میبینید یه قسمت هایی از این کار پاره شده و اونها رو تونسته تو سطل زباله پیدا کنه. برای همین میگفت که اینا همون روز نوشته شده و بسیار هم نوشته کوچیکی، یعنی خیلی ریز نوشته شده و خب پلیس هم منتشرش نکرد، کل نوشته رو منتشر نکرد، ولی ما خب تونستیم یه سری قسمت‌هاش رو گیر بیاریم. بریم با هم این نوشته رو بشنویم. برادران و خواهران، در حال حاضر آتش فشان‌ها در سراسر جهان در حال فوران هستند. چه منظره عالی هست. هر کس را که فضیلت متحد کند مرگ جدا نمی کند. بازی خوبی بود. تبریک به همه کسانی که شرکت کردند. امیدوارم ازش لذت برده باشید. اما وقت بیدار شدن بود. بنابراین من اینجا هستم. من میخواهم از کسانی که دعوت ما را برای عضویت در طول بازی پذیرفتند استقبال کنم. ما بدون شما نمیتوانستیم این کار را انجام دهیم. من برای یافتن حقیقت تلاش کردم. اما نه به خاطر خودش. در پذیرفتن این جستجوی حقیقت، امیدوارم با کمک دیگران بتوانم مردی شایسته و آماده دریافت آن شوم. اعضای شورا، لطفاً توجه داشته باشید که من تمرکز دقیقی بر مسئولیت‌های سنتی می‌گذارم. با توجه به این مراحل، من درخواست استاندارد این شورا را در زمان مناسب برآورده خواهم کرد. باز هم آفرین به همه کسانی که شرکت کردند. من انتظار دارم که شورا از همه بازیکنانی که جان خود را در این تلاش دادن آنها را دعوت کند تا شاید به ما ملحق شوند. اینجای نام چند تا اسم میاره. اسمای کساییه که میشناخته و مرده بودن این افراد. یعنی اسم آدمای زنده نبوده. سلامت باشی راب روزنبرگ. قبل از اینکه ادامه دستور عملهای خود را به شورا بگویم و جایزه خدمات خود را مطالبه کنم، میخواهم به پورتر استنزبری اجازه دهم تا جایزه خود را مطالبه کند. حالا پورتر این کلمات را با ادعای چیزی که من پس خواهم گرفت هدر نده. اکنون که بازی به پایان رسیده، من انتظار دارم که شورا به کسانی که زمان و استعداد خود را برای این کار اختصاص دادن، پاداش دهد. از جمله خودم باید این بازیکنان 5 سال جوانتر شوند. قبل از اینکه ادامه نامه رو براتون بگم، همون جوری که گفتم این نامه منتشر نشده، چون ظاهرا یه سری چیزها داره که نمیخوان با بقیه به اشتراک بذارن، ولی از روی همون نامه تار خیلی از انگلیسی زبونها تونستن یه سری از جملات رو در بیارن که من براتون خوندم و خب خیلی هاشم نتونستن در بیارن. از اینجا به بعد داستان ظاهراً ری شروع میکنه یه سری اسامی میگه، اسامی کسایی که میشناخته و یا دلش براشون تنگ شده بوده و باهاشون در ارتباط داشته. یه چیز جالبی که توی این اسامی وجود داره اینه که فامیل همسرش رو به فامیل قبل از ازدواجش نوشته بوده، یعنی به اسم جونز نوشته بوده، به ریور ننوشته بوده. برای همین یه عده میگن که احتمال داره که اصلا این نامه رو قبلا نوشته بوده باشه. آره میخوره به خاطر اینکه چرا باید مثلا به فامیل قبلی زنش بنویسه. دقیقاً. ولی از یه طرف میگن که خب کاغذ پاره‌هاشو پیدا کردن. یعنی اینم هستش. بریم ادامه نامه رو با هم بشنویم دوباره. بعد از اینکه اسم‌ها خونده میشه میگه که پورتر استنزبری اگر خودش این کار را انجام نداده باشد،
برادران و خواهران، سرزمین دستاوردهای ما از زمان شروع بازی من ایده های بسیاری را به دست آورده است. بعد دوباره در ادامه میاد اسمهای یه سری چیزهای صوتی تصویری مثل DVD، وایفا، اینترنت، هر چیزی که مثلا بزنه نگاه به ذهنه کسی مثلا بیاد، ممکنه چیزهایی که استفاده روزمره داریم، اینا رو همه نوشته. اینا همه رو نوشته. بعد نامه رو ادامه میده. حق ثبت اختراع و درآمد حاصل از همه آنها باید به من منتقل شده باشد. من می‌دانم که میزبان ما پورتر استنزبری راهی برای این کار برای شما ایجاد کرده است. برای ترتیب معاملات آینده باید از من در هر یک از املاکی که کنترل آنها را از سر می‌گیرم دیدن کنید. محل اقامت اصلی من که شامل یک ملک زیبا در شمال آرژانتین است و به من میگویند بزرگترین عمارت در بوینس آیرس است. آفرین پورتر. در اروپا می توانید از خانه من در نیس یا مادرید دیدن کنید. اگرچه من در اسپانیا باشم، احتمالاً در کوستا هستم. در آسیا می توانید مرا در تایلند پیدا کنید. دوباره آفرین پورتر. من دو خانه را در لوئیس فلیز کالیفرنیا و یک خانه را در سان فرانسیسکو نگه می‌دارم. اگرچه من به دنبال یک مکان جدید در بالتیمور و شاید برخی شهرهای دیگر هستم. من می‌خواهم به طور مختصر برخی از کتاب‌ها و موسیقی و فیلم‌هایی را که به نظر بسیار الهام بخش و قانع کننده بود ذکر کنم. خوشحال می شوم با هر یکی از شما در این آثار کمک کرده است ملاقات کنم و به طور خاص اجازه دهید بگویم که من انتظار دارم ام نایت شایمالان به ارائه ایده های عالی و ساخت فیلم های عالی ادامه دهد. مطمئنن از فیلم های او لذت بردم. و بعد از این یه عالمه اسمای فیلم های مختلف میاره، مثل فیلم ماتریکس، مثل فیلم ارباب حلقه ها که به گفته خودش این فیلم ها براش جالب بوده. الیسون وقت نامه رو میخونه خب خیلی براش عجیب بوده. یه جمله لاتین داشته، این جمله رو توی اینترنت سرچ میکنه و متوجه میشه که این جمله متعلق به گروه های فراماسونیه. اما قبل از اینکه جلوتر بریم، من خودم اطلاعات خاص در مورد فراماسون ها نداشتم و یه سری صرفا شایعه شنیده بودم که میتونن دنیا رو کنترل کنن، میتونن نمیدونم توی زندگی دست ببرن. دقیقاً. بعد اومدم سرچ کردم، خیلی راحت سرچ کردم و متوجه شدم که فراماسون ها قبلا شاید یه گروه مخفی بودن ولی الان نیستن. میتونی مثلا بشناسیشون، ببینیشون. در سال 1616 لندن دچار یه آتش سوزی خیلی بزرگ میشه و خب یه عالمه معمار و بنا و سنگتراش دور هم دیگه جمع میشن تا بتونن لندن رو بازسازی کنن. و اصلا خب این اسم فراماسونری هم از فری و ماسونری گرفته شده که فری یعنی آزاد، ماسونری هم یعنی بنا. آره. و خب اینا با هم لندن رو بازسازی میکنن. علامتشون هم چیز عجیب غریبی نیست. یعنی وقتی در موردش بخونی خب اصلا اون گونیاش که گونیاس اون پرگار داره، چشمشون هم که خودشون میگن ما به خدایی، اصلا این که شرط اینی که عضوشون باشه اینه که به خدا یگانه اعتقاد داشته باشه. و اون پرگار و اینا هم که یعنی نشونه دقیق بودن و مثلا همون از بنایی هم استفاده میشه. خودشون رو مثل یه کمپانی میدونن ولی این که حالا چون روش‌هاش، چون اون اصول سنتیشون به بیرون درز نکرده، ما فکر میکنیم مخفیان. و اون چیزی که من فهمیدم اینه که فراماسون ها خودشون اعضاشون رو انتخاب میکنن. این نیست که تو بگی که ببخشید من میتونم عضوتون باشم. شایسته سالاری نیست، کسایی که شایستن رو انتخاب میکنن. دقیقا. و چیز بدی خدایش من در موردش ندیدم و اطلاعاتم هم در همین حده. بریم سر داستان خودمون. وقتی که الیسون این جمله رو سرچ میکنه و متوجه میشه مربوط به گروه فراماسونیه، میده این نوشته رو به پلیس. پلیس هم فکر میکرده که این یادداشت خودکشیه. یادداشت رو چک میکنن، FBI میبرن اینو توی آزمایشگاه، روانشناسا روش چک میکنن و میگن که
این شبیه یه یادداشت خودکشی نیست، اصلا چیزی داخلش نداره که ما بگیم که این یه یادداشت خودکشیه. و بعد گذاشتنش توی اینترنت، حالا من نمیدونم چرا با اون کاغذ با کیفیتش رو نمیذارن که راحت خونده بشه، اما یکی دو تا از نظریه پردازی هایی که کرده بودن میگفتن که چون چرت و پرت خیلی روی داخلش نوشته، احتمال داره این فرمی که نوشته شبیه کلمه هلپه، یعنی کمک، شاید مثلا به خاطر همین نوشته، چون اون سکه‌ای هم که توی جیبش بود اصلا به خاطر همین بود، یعنی که هر موقعی که بزنش احتیاج داشته مثلا می‌خواد کسی کنارش باشه سکه رو گذاشته بود. آره، ولی همسرش میگه که ری نویسنده پرکار بوده، در مورد همه چیز مینوشته، خیلی احتمال داره که مثلا داشته در مورد فراماسونا تحقیق میکرده و اصلا میشد یکی از داستانهاش بوده، مثلا یه تیکه مثلا شاید همینجور به حساب نوشته که بعدا مثلا دوباره بنویسشون درستشون کنه. حتی یعنی اگر یک اتفاق یک روزی برای من بیفته، یه نفر به نوشته های من دسترسی پیدا کنه، یعنی من به همه چیز ربط میدن که من چرت و پرت نوشتم. اما یک نشونه دیگه هم ما داریم که شاید برای همتون سوال پیش اومده باشه. اگه یادتون باشه آخرین باری که ری دیده شده این بود که اون خانم کلودیا که مهمونشون بود شنیده بود که ری با یه نفر تلفنی صحبت میکنه. وقتی آخرین تماس ری رو بررسی کردن متوجه شدن که از شرکت دوستش پورتر تماس گرفته بودن، یعنی آخرین بار با اون شرکت تماس گرفته بوده. و اون مثلا اوشتی هم که گفته بود، یعنی اتفاق بدی بوده دیگه، که اصلا من احساس بکنم یه چیز داشتم پیش خودم فکر میکردم، فکر میکردم که ری باید به یه آدم صمیمی رفته باشه بیرون، وقتی که با همون لباس توی خونه با اون دمپایی ها میره بیرون، یعنی با یه آدمی که آشناس داره میره بیرون. اومدن و چک کردن این تلفن رو، متوجه شدن که از شرکت تماس گرفته شده، ولی نمیتونستن بفهمن که چه کسی تماس گرفته. از یه طرف دیگه پورتر میگفت که من اصلا خارج از شهر بودم، تمام کارمندای من خارج از شهر بودن، ما تماس نگرفتیم. از اون گذشته که اصلا ری دیگه برای ما کار نمیکرد، ری شرکت خودش رو داشته روی پروژه های خودش کار میکرده. ولی با این حال خیلی مورد توهین قرار گرفت، خیلی تهدید شد و خیلی ها میگفتن که پورتر باعث مرگش شده. و یه کاری که به نظر من عجیب نیست این بود که پورتر به محض این که جسد ری پیدا شد به همه کارمنداش دستور داد که هیچ کس حق نداره با رسانه ها مصاحبه کنه. و من میشتفه میکنم این کار رو به خاطر این انجام داد که بتونه مثلا شرکتش رو بدنام نکنه، یه سری حرفا و شایعه ها پیش نیاد. یه حرفی بزنم ممکنه مثلا تو حرفا یه حرف سوتی مثلا بدن، یه چیزی بگه حرف کوچیکی بزنن، کلا یه پروبال بهشون بدن مثلا. دقیقاً مثلا رسانه ها هم کارشون همینه دیگه، همه چیزو بزرگ میکنن. و اون گفته بود که حق نداریم با رسانه ها مصاحبه کنیم. و خانواده ری و آلیسون خیلی از این مسئله ناراحت بودن، میگفتن بابا تو دوست صمیمی ری چرا این کارو کردی؟ و پورتر میگفت که من فقط گفتم با رسانه ها، وگرنه ما با کاراگاه ها حرف زدیم، با پلیس حرف زدیم و چیزی برای پنهان کردن نداریم. اما یه چیز سیاهی که توی گذشته شرکت پورتر وجود داره اینه که تقریبا یک سال قبل از اینکه ری به این شرکت بپیونده یه شکایت خیلی عظیم علیه این شرکت شده بود، اون هم این که یه سری اطلاعات غلط به مردم داده شده، یه سری نوشته های غلط به مردم داده شده و این باعث شده که مردم یه سری سهام بخرن و حسابی ضرر کنن. و دادگاه شرکت پورتر رو به 1.5 میلیون دلار غرامت محکوم کرد که باید به این ضرر کرده ها پرداخت کنن. و خب میگفتن که خیلی احتمال داره که پای پول در میون بوده باشه و ری از بین رفته باشه. ولی پورتر میگفت که من معتقدم که ری خودکشی کرده. ری میگفت قبلا هم از من سوال پرسیده بوده، گفته بوده که تو رهبر فراماسون هایی، چون ری انگار پورتر خیلی آدم موفقی بوده، خیلی معروف هم بوده، آره، ازش سوال پرسیده که تو رهبر فراماسون هایی و پورتر گفته که نه من رهبرشون نیستم و هیچ ارتباطی ندارم. و پورتر میگه که من معتقدم که ری خودکشی کرده چون وضعیت مالی خیلی
بدی داشته که ما نمیدونیم که الان باید حرفای الیسون و خانوادش رو باور کنیم، حرفای پورتر رو باور کنیم. در حال حاضر پورتر 51 سالشه، به عنوان یک نویسنده مالی موفق شناخته میشه، شرکت خیلی بزرگی داره و خیلی ثروتمنده، و ما نفهمیدیم که برای ری چه اتفاقی افتاد. یعنی هیچ مدرکی وجود نداره، همه چیز به بنبست میخوره، پلیس میگه ری خودکشی کرده، ولی اگه خودکشی کرده چرا عینک و گوشی تلفنش هیچ آسیبی ندیده؟ تو چی فکر میکنی؟ من فکر میکنم که دوستش پورتر چیزایی رو داره قایم میکنه، به خاطر اینکه اون رفتاری که از خودش نشون داده و اینکه گفته که اوضاع مالی خوبی نداشته. من مثلا سواله که اگه اوضاع مالی خوبی نداشته چرا خونه رو فروخته و می‌خواسته نقل مکان کنه؟ خاطرش رو در نظر بگیری، پورتر به نظر من همه چیز رو با خودش میسنجه. پورتر آدم میلیونره ولی ری نبوده. ری برای خودش وضع مالیش خوب بوده ولی نسبت به پورتر وضع مالیش خوب نبوده. شاید پورتر رو این حساب این حرف رو میزنه، ولی من فکر میکنم که ری کشته شده و اون هم به خاطر همین نوشته هایی بوده که نوشته توی این شرکت. چرا که وقتی که به خونش، یکی دو شب قبل از اینکه ری به قتل برسه، به خونش حمله شده بوده دیگه. مثلا همسرش میگفت چجوری تو دو سال قبل سنجابا نمیومدن از پنجره خونه داخل، دو شب پشت سر هم. و اصلا میگفت که هفته آخر رفتار ری خیلی عجیب بوده، میگفت حتی مثلا من رفتم توی پیست با من اومده، در صورتی که ری قبلا نمیومده و من از رفتارش احساس میکردم که از یه چیزی میترسیدم. من فکر میکنم که شاید به این مسائل ربط داره و تهدید شده باشه، ولی این که به گروه فراماسونا ربط داشته باشه من فکر نمیکنم، چون اونجوری که نشون میدن اینی مثلا آدمایی نیستن که خلافکار باشن، فقط قدرت و پول و به حساب همه قدرت و پول دارن. آخه مدرکی علیهشون نیست، یعنی مثلا تو بگی که مثلا این نامه چی رو ثابت میکنه، مثلا چیکار کرده. ولی به نظر من که اینی از ساختمون احتمالش، یعنی به نظر من صفر که افتاده باشه، ولی کشته شده احتمالش هست که یعنی با بیشترین حالتی که احتمال میدم با هلیکوپتر یا مثلا چیزی پرت شده باشه. آره. خیلی ها میگن که احتمالاً تو سناریو هم بهتون گفتم از هلیکوپتر افتادن، گفتن چجوری بوده که هلیکوپتر رو ندیدن. میگن اگه هلیکوپتر خیلی بالاتر از ساختمونا پرواز کنه قابل دیدن نیست و احتمال داره که افتاده باشه پایین. این پرونده هم حل نشده است. امیدوارم از این پرونده خوشتون اومده باشه. یه سری عکس ها و فیلماش که به دلیل قوانین کپی رایت من نمیتونم اینجا بذارم توی اینستاگرام و تلگرام آپلودشون میکنم. و در آخر هم ازتون میخوام که حتما ما رو سابسکرایب کنید، به خاطر اینکه بتونیم به کارمون ادامه بدیم. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.